سال روز گرامی داشته، بزرگ مرد شعر و شاعری ایران زمین، سراینده قرآن منظوم، حافظ شیرازی. اینجا دانشگاه آنکارا، در آیین بزرگ داشت حافظ با حضور اساتید زبان و ادبیات فارسی و دانشجویان فارسی آموز. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دایم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. جناب پروفسور دکتر حجابی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، از آوازه نام و شعر حافظ در سطح جهان گفت. این آوازه حافظ حتی در دوره حیاتش چنان فراگیر شد که در شبه قاره هند، آناتولی، قفقاز و آسیای مرکزی شاعران آن سرزمین ها می کوشیدند تا ویژگی های شعر حافظ را به کار گیرند. در جهان عرب نیز پس از خیام حافظ بیشترین تأثیرگذاری را داشته است. همزمان با بزرگ داشته حافظ شعر و ادبیات ایرانی، برترین نشان حافظ به استاد حافظ شناس ترکیه‌ای اهدا شد. مرکز حافظ شناسی دانشگاه شیراز به اساتیدی که در راستای فرهنگ ایران به ویژه در خصوص حافظ فعالیت میکنن، نشان درجه یک علمی حافظ رو اعطا میکنه که تاکنون این نشان رو 5 نفر از اساتید در ایران و خارج از کشور دریافت کرده بودن. دکتر حجابی کرلانکج، ششمین حافظ شناس در سطح جهان است که نشان درجه یک علمی حافظ شناسی را از آن خود می کند. حافظ شیرازی اصلا برای ترک ها اهمیت ویژه‌ای دارد. ترک ها در طول تاریخ از اشعار حافظ استفاده کردند و در مدارس هم از حافظ به عنوان کتاب درس استفاده کردن. پایان گزارش، بیتی از حافظ شیرازی به زبان فارسی و ترجمه ترکی استانبولی. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. İki dünyanın huzuru şu iki sözde gizlidir. Dostlarla derin dostluk, düşmanlarla da مدارا اتمک. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.